و این هم چهارمین آموزش سنباده زنی یا سنباده کشی یا پولیشکاری روی چوبه. این بار یه چوبی رو براتون آوردم که زیر و خم زیادی داره، چیزایی که میخواین، یعنی لوازمی که میخواین. یه سنباده 320 سایز 115، یه پد منعطف سایز 2.5، عینک حتما باید باشه و رابط بلند مینی فرس که خیلی گفتم، خیلی توی ویدیوهای قبلی هم اگه دقت بکنید راجبش خیلی حرف زدم که چرا باید نصبش بکنید. بریم تو ادامه بهتون بگم چطور باید این ظرف چوب رو سنباده کشی کرد. و اینم ظرف میوه‌ای که باید دورگیری بشه و سنباده آخرشه، سنباده 120ش خورده اوکی شده است. حالا نوبت اینه که سنباده 320 بهش بخوره. سنبادهش هم کلینگ آلمانه، یعنی کلینگ سپور آلمانه. اینم پد منعطف برای جایی که غوص داره. بچه توی نصبش اینو بذارید اینجا، یعنی تو کندنش هم میشکنبار بکنید که اتفاقی نیفته. خب اینم چسبید. چندین بار توضیح دادم که حتما از رابط بلند استفاده بکنید، چون باعث میشه که خاک و خون داخل این قسمت ها نره و در هم دستگاهتون تمیز میمونه و همین که اون بادی که میخوام بگیرید برای تمیز کردنش اون باد رو نمیگیرید. خب حتما باید یه گیره کار بسته بشه تا اینو نگه داره. بذار از این من نشون بدم بهتون. توی سنباده زدن وقتی که ظرفتون انحنا پیدا میکنه، شما دیگه نمیتونی بیای این انحنا رو با این پد منعطف و سایز 10.5 بگیری. حتما و حتما باید از این پد منعطف با سایز 5 یا 7.5 باید بگیرید. چرا اینو میگم؟ جایی که انحنا داره رو وقتی میخوای بزنی، اگه این انحنا رو بخوای با این بزنی، ببینید لگد میندازه، نمیشه زد، چون بزرگه. درسته انحنا داره، منحنی داره، ولی این انحنا و منحنیه چه صدایی، این انحنا و منحنیه رو نمیتونید با این بزنی. ببینید اصلا نمیگیره، دستگاه لگد میزنه و ببینید دستگاه لگد میزنه و نمیذاره. پس بهترین حالت اینه که با این پد بگیرید. تو همچین مواقعی باید از گیره استفاده بشه برای سفت‌تر شدن، چون میچرخه. سنباده‌ام که سنباده 320 میذارمش اینجا وسط در وسط که بگیره. خب دور سنباده کمتر از حد معمول، یعنی شماره 1، و حتما بچه عینک رو بزنید که یه وقتی خود سنباده پاره نشه و بر نگرده. ببینید خیلی راحت شروع میکنه به سنباده کشیدن. Good job.